و اما در این قسمت برنامه همکارم پریسا ما رو قراره با خودش ببره به یک مزرعه. بله، میخوام شما رو ببرم به علی‌آباد. اون علی‌آباد کتول در ایران نه، علی‌آباد در مریلند. چه خبر هست تو این مزرعه؟ یک مزرعه است. آقای علی مهاجر در سال 2007 اونجا رو خرید و آباد کرد. چقدر راه هستش این علی‌آبادی که علی‌آباد کتول نیست تا اینجا؟ تا اینجا فکر میکنم حدود 1 ساعت و 45 دقیقه راه باشه. راهی نیست، راه خیلی قشنگی داره و وقتی که به اونجا میری میبینی یک مزرعه است پر از درخت، میوه و سبزیجات و البته تخم مرغ محلی. اگه موافق باشین با هم این گزارش رو میبینیم. اینجا علی‌آباده، یک زمین زراعی پر از درختان میوه، سبزیجات، مرغ و خروس، گاو و البته بزهای خوش اخلاق مزرعه در دل تپه‌های شارلزبرگ مریلند در آمریکا. مزرعه یک زمین معمولی زراعی نیست، بلکه از نظر تاریخی هم اهمیت زیادی داره. علی مهاجر، یک ایرانی موفق، در سال 2006 اینجا رو خرید و آباد کرد. تمام محصولات این مزرعه طبیعی و یا به قول آمریکایی‌ها ارگانیک. کدوهای زرد تابستونی و اینا خیلی ترتره، خیلی خوشخوراکتره و اصلا خیلی قلمی و شیکه که همه مزرعه دارا ندارن و حتی همه سوپرمارکت ها توی این محل ما ندارن. این خیلی کمیابه به خاطر اینکه خیلی سخت رشدش و مواظبت خیلی زیاد داره و 2-3 روزه این به اصطلاح از وقتی که گل میده 3-4 روز بیشتر طول نمیکشه که باید که هاروستش کرد. الان یکیش اونجا افتاده، خیلی چشم منو گرفته. بفرمایید. میتونم بردارم؟ بله بفرمایید. اولین چالشتون وقتی به آمریکا آمدین زبان انگلیسی بود. دومیش بله. چی بود؟ چه سختی کشیدین اینجا؟ به اینجا رسیدی؟ عوض کردن فرهنگ ایرانی و یاد گرفتن فرهنگ جدید آمریکایی. هم باید دانشگاه میرفتم، هم باید توی رستوران کار میکردم. آدمی که 2 روز توی قصر یخ بوده، 2 روز توی چاتونگا بوده، 2 روز توی کلاب شاهنشاهی بوده و سر پل بستنی خوشمزه ایرانی رو میخورده، حالا باید بیاد که صبح تا بعد از ظهر کلاس بره، بعدم بعد از کلاس بیاد بره رستوران، لباس باسبویی بپوشه و کمک گارسون باشه و تا سعی کنه که زبان یاد بگیره. و اون نوع ساکریفایز من فکر میکنم که به من کمک کرد که بتونم توی زندگی پیشرفت بکنم. فکر کردم که اگر 3 نفر A بگیرن توی دانشگاه من باید نفر اول یا دوم باشم و این زندگی من عوض کرد. به اون بله و من دوران لیسانس اولمو فقط 1 دونه B داشتم. به دست آوردن موفقیت یکی از اهداف و علت تلاش‌های علی مهاجر بوده، اما این عشق به مزرعه داریه که او رو هر روز به علی‌آباد میاره. واقعا چی باعث میشه که شما این همه راه و این مسافت طولانی رو طی کنید هر روز صبح و عصر؟ چی شما رو به اینجا میکشونه؟ من علاقه خیلی زیادی دارم به مزرعه داری. واقعا از بچگی خیلی دلم میخواسته که یه باغی داشته باشم که بتونم توش گل و گیاه و محصولات کشاورزی بکارم و که خودم
با دست خودم مشغول باشم و ببینم که اینا همینجوری رشد میکنن و بزرگ میشن و مردم ازش استفاده میکنن. نگفته نمونه که هول فودز یکی از بزرگترین فروشگاه‌های زنجیره‌ای مواد غذایی در آمریکا که محصولات ارگانیک یا طبیعی عرضه می‌کنه هم یکی از مشتری‌های پراپا قرص علی‌آباده. یکی از بهترین سوپرمارکت‌هاست که خیلی جدی راجب مواد غذایی توجه می‌کنه و مشتری‌هاش اکثراً جوان تقریباً 35 سال اون حدودا هست. خب هول فود البته یکی از مهمترین مشتری های ماست.